گوش میکنیم به پروفسور سیف الدین نبوی، پزشک ویژه آیت الله خمینی، که پرده برمیداره از ترور آیت الله طالقانی، احمد خمینی، شخص خمینی و دیگران. نبوی، شما در هواپیمایی که خمینی رو به ایران برد همراه خمینی بودید و پزشک ویژه خمینی بودید؟ پزشک ویژه خمینی بودم و نیاز به یادآوری است که از 1340 به معرفی مرحوم آیت الله عظما بروجردی که من طبیب خاص ایشون بودم، ایشون گفت که حاج احمد، این آقای دکتر نبوی ما را ببر ببین این حاج روح الله چه کسالتی دارد. بنده با حاج احمد پیشکار مرحوم آیت الله عظما بروجردی به منزل ایشون در قم رفتیم. ایشون مبتلا به تب اسپیرکتوز، بیماری مالت بود و میوکاردیت قلبی شدید داشت، ناراحت بود. در بستر ما برایشون اولین بار از آمریکا کلورومایسیتین وارد کردیم و به ایشون تزریق و استفاده و خوب شدن. ایشون 30 سال مریض من بودم و من طبیب ایشون. ولی که فرمودید من با هواپیمای ایشون اومدم، بنده به هواپیمای ایشون از پاریس به تهران نیومدم، با هواپیمای بیت امام اومدم، یعنی آیت الله اشراقی، داماد ایشون، دختر ایشون، سبیه ایشون، خانواده ایشون، همونهایی که به من گفتن آقای پروفسور نبوی. تلفن کردن به پاریس، آقای پروفسور نبوی، این آقای خمینی قده در معده داره خروجی میکنه و آیا عمل بکنیم یا نکنیم. بنده به عنوان پزشک مخصوص ایشون از قم تا پاریس تا نفروشتو گفتم نه عمل نکنید، این قده به نام تومور لمفوئید در عرف جراحی قابل عمل نیست، باید با داروهایی که جلوی خونریزی رو بگیره، با داروهای آنتی انفلاماتوری ضد ورم کوچک شود. و ضمناً از همه اینا گذشته، بنده متخصص جراحی سرطان هستم، شما با شخصیت‌های بزرگ دنیا مشورت کنید، از جمله که بنده برای آیت الله عظما بروجردی با آقای پروفسور موریس که الان در پاریسه، پروفسور موریس استاد بیماری‌های قلبی بیمارستان کوشان، هنوز زنده است ایشون؟ بله، ایشون در خیابون ویکتور هوگو مطب داره روزهای چهارشنبه مریض میبینه. آقای پروفسور موریس ایشون به این قم آمدند و مشورت کردند. بنده به طبیبی که ایشون رو عمل کرد به نام دکتر ایرج فاضل اردستانی که از خودی هاست، فراموش نشود، یعنی از باند رفسنجانی، همه کارها با چراغ سبز است، در نتیجه از جماران با من مشورت کردند. بله 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 خانم، مشورت کردند که آقا شما زیبی، ایشون میخواد عمل کنند، چه کنیم؟ بنده گفتم خیر، عمل نکنید. در ثانی شما با یک استاد دنیا، همونطوری که ما برای مرحوم آقای بروجردی پروفسور موریس فرانسوی رو آوردیم، در صورتی که سطح عظمت بالاخره شهرت آقای مرحوم بروجردی با خمینی خیلی فرق داره. آقای خمینی توی دیکشنرها رفته، میدونید یا نه؟ تو دیکشنرها اسم ایشون رفته. گفتیم برای ایشون یک جراح بیارید. نه خیلی، خودشون تو خودشون مرحوم خمینی دعاش کردن. بله بله، بردن تو اتاق عمل، چاقو رو که زدن خون اومد بیرون، پرید به تاق. آقا دو تا سه تا از این جوجه جراحای خودی قش کردن به زمین افتادن. فوری این آقای دکتر ایرج فاضل اردستانی بلا فاصله دوخت، بردند و جلوی تلویزیون با یه شیشه خون نماز خون مرحوم، بالا رفت پایین اومد، البته با شیشه خون. جماران به من تلفن شد، آقای پروفسور نبوی شما مخالفت کردید، دیدید عمل شد، دیدید نماز میخواند، دیدید سالم شد. جواب گفتیم جوجه را پاریس آخر بهرمان تابستان میشورد، اقلن 5-6 روز تأمل بفرمایید، فردای اون روز
پس از 24 ساعت که گذشت صدای رادیو ایران قطع شد، مفهومش را متوجهید؟ تمام شد. من این دفعه تلفن کردم به بیت امام، آقا با من مشورت کردید، چرا عمل کردید؟ عمل شد، نتیجهشم بر همه روشن. حالا یه عده خوشحال شدن یا عده خوشحال نشدن، من از لحاظ پزشکی صحبت میکنم، من از لحاظ سیاسی صحبت نمیکنم. ممکنه عده خوششون اومده از عمل آقای دکتر ایرج فاضل اردستانی. الان ایشون چه پستی داره آقای ایرج فاضل اردستانی؟ ایشون وزیر آموزش و پرورش بودن، وزیر بهداری بودن، حالا رئیس دانشکده هستن، حالا رئیس کل فرهنگستان علوم پزشکی که بنده اسمشو گذاشتم شبه فرهنگستان علوم پزشکی. و من چندی پیش در روزنامه حیات نو، یعنی روزنامه آقای هادی خامنه ای، عقبی آیت الله خامنه ای، بنده نوشتم آقا به جای این که شما 100 نفر دوستان خودی رو جمع کنید به نامش اکادمی شبه علوم پزشکی، آقای بودجه‌شو بدید به این بیماران درمانده بیمارستان های دولتی که دارو ندارند. کدام فرهنگستان علوم پزشکی؟ جا رسیدیم که بنده گفتم اگر ایشون عمل شد، چراغ سبز نشون داده شد، عمل شد، مرحوم شد، یه عده ممکنه خوشحال شده باشن، بلکه مجسمه این آقا رو از طلا بگیرن. این رجب پازم به من مربوط نیست، من صرف از لحاظ وجدان پزشکی که پزشک قسم خورده نباید با چراغ سبز و اشارات یه عمل مهم و یک مقام رو انجام بدون مشورت. پزشکش منم، میگم عمل نشود، ولی عمل کردن. دیگه کارشون با خمینی تموم شده بود و باند رفسنجانی میبایست. احسن بابا بله بود جراوالی که من نمیفهمم از همه واردترید. آقای دکتر شما با آیت الله طالقانی هم آشنایی داشتین؟ پزشک ایشون هم بودین یا نه؟ بله، آیت الله طالقانی که حقیقتا بفرمایید آیت الله متعادل، ایشون یه شخصیت روحانی بودند و متعادل بودند و به قول معروف پاک باخته بودند. بله، میگن که آقای دکتر ایشون هم کشتن به گونه همین از ما بهتره، همین خودی ها. در این رابطه نظر شما چیه؟ والا راجب کشتنش بنده هیچ وقت لغت مصرف نمی کنم، چون تماسی با من گرفته شد من دارم میگم. چون به این جریان بعد از فوت ایشون یک دخالتی برای حقیر پیش آمد که گفتن ایشون نهار خوردن با سفیر روس، و چند نفر از دوستانشون هم بودند که حالا شغل مقام های عجیبی دارند، جمله داماد ایشون، در منزل داماد ایشون نهار با سفیر روز کرده، حالش با هم خورده، بردنش بیمارستان شفا یحییان. آقای دکتر نوری خودتون برسونید. به شما زنگ زدن که آقای دکتر خودتون برسونید؟ بله، به شما زدن که ایشون فوت شده بود و روی بدنش لکه های هماتوم که علامت مسمومیتی وجود داشت. روی بدنشون؟ بله، من کتبا نوشتم باید تشیع نشی شود. سر و صدا ایجاد شد، سر و صدا، تلفن ها از بالا اومد، از بیت امام که آقای پروفسور نبوی صرف نظر کنید از تشیع نشی ایشون. ایشون یه آیت الله صحیح نیست که ببننش اتیکه پیکش کنند، صرف نظر کنید. بعدش هم آیت الله خونساری از بازار که مرد شریفی بود، بره. او از دید دیگه تلفن کرد که آقای پروفسوری هر چی بوده حالا گذشته، این بیچاره رو باید دارید که صحیح نیست صرف نظر. گفتم من مگه معمولم که صرف نظر؟ گفت نظر بدید که چون گذشته و فلان
نیازی نیست که ایشون رو برن دفن کنن. بله این جواب سوال شما. ولی روی بدنشون شما علامت های مشمومیت دیدید؟ خب این هم گواهی پروفسور سیف‌الدین نبوی پزشک ویژه آقای خمینی بود که شنیدید.